گنجوی خسته نباشید. سلام و ممنون. شما خسته نباشید. خیلی متشکرم. بفرمایید در رابطه به امشب نمایشی که قرار اینجا برگزار بشه و آماده سازیش. امشب تئاتر شبکاری رو می‌بینیم که با کارگردانی خانم صحرا فتحی، نمایشی که تو در ونکوور و مونترال هم اجرا داشته و با استقبال خیلی خوبی روبرو شده و امشب هم ما این نمایش رو در تورنتو رو اجرا می‌کنیم با بازیگری احسان کرمی و بهنوش بختیاری. استقبال چطور بوده در تورنتو از این نمایش؟ استقبال خوب بوده و با تشکر کرد از تمام کسانی که حامی هنر هستن و سعی میکنن که با شرکت کردن تو این برنامه کمک کنن که ما برنامه رو برگزار بکنیم و ممنون و متشکرم. همچنین با تشکرم کرد از کسانی که حامی و اسپانسرهای این برنامه میشن و به ما در برگزاری این برنامه کمک میکنن. سرکار خانم فتحی خسته نباشید، خیلی عالی بود. در مورد تئاتر بفرمایید و استقبال مردم در تورنتو. مرسی، ممنون که اومدین. فکر میکنم که دیگه از چیزی که اینجا هست مشخصه. خدا رو شکر خیلی خوب بوده استقبال، هم در ونکوور، هم در مونترال و هم در تورنتو. بسیار عالی. در مورد کمپانی دیار بفرمایید که سال 2017 فکر میکنم در کانادا تأسیس شده، در مورد فعالیتاش و اینکه آیا این نمایش هم جزی از اون کارهای کمپانی بود یا خیر؟ بله، همین تاریخی که شما گفتین این کمپانی تأسیس شده و هدفمون اکران فیلم و اجرای تئاتر هستش توی کشور کانادا در شهرهای مختلف. یه اولین کاری که کردم توی ونکوور فیلم حریم شخصی رو اکران کردیم و این دومین کارمونه، یعنی در حقیقت اولین کار تئاترمونه از این کمپانی. البته من تجربه اجرای تئاتر هم توی کشور کانادا توی شهر تورنتو و مونتریال داشتم، ولی خب از طرف این کمپانی واقعا اولین اجرای تئاتر. نمایش چطور بود؟ خوب بود، دوست داشتم. کار طنز قشنگی بود و الان خوشحالم که اومدم. چطور اطلاع پیدا کردی در رابطه با برگزاری نمایش؟ از در رابطه پیدا کردن که هم دوستان به معرفی کردن، هم کارگردان تو بودی آشنایی داشتم باشون و خب شنیدم که کار آقای کاهانی هم است، نوشته آقای کاهانی است و ایشون هم علاقه داشتم به کارشون. خانم فتحی و بسیار کارشون رو دوست دارم و اومدم و الانم حس خوبی دارم واقعا. جناب آقای کرمی خسته نباشید، نمایش خیلی عالی بود. خیلی ممنونم، لطف دارین. متشکرم. خیلی متشکرم. از نمایش بفرمایید و استقبال مردم. استقبال که می‌بینین خدا رو شکر خیلی خیلی خوب و نمایش هم که یک نمایش کمدی اجتماعی هست که آقای رسول کاهانی نوشتن، خانم فتحی کارگردانی کردن، من و خانم بختیاری هم که بازیگرش بود. این نمایش در ایران هم اجرا شده؟ هنوز اجرا نشده، ما از کانادا شروع کردیم، بعد در اروپا اجرا می‌کنیم و بعد ان شاءالله در ایران. برنامه آینده‌تون برای تئاتر چیه؟ برای تئاتر ان شاءالله در آمریکا، سلام علیکم، در آمریکا خواهیم بود با آقای علیرضا خمسه. ان شاءالله یک کاری رو در آمریکا روی صحنه خواهیم بود. خیلی متشکرم، شبتون بخیر، موفق. خیلی ممنون خانم، سلامت باشین. چطور بود نمایش؟ خیلی خوب بود، خیلی هم طنز بود ولی در قالب طنز مسائل خانوادگی رو هم داشتن بررسی می‌کردن و خیلی خوب بود، من خیلی دوست داشتم. اطلاع رسانی چطور بود در رابطه با اجرای نمایش در تورنتو؟ والا همه برای اینکه بخوان یه چیزی رو مطرح بکنن همه در قالب جدی هستن، ولی معمولا من فکر میکنم با طنز و با خنده انگار همه چی بیشتر جا میافته و واقعا فکر میکنم اینا تونستن این کار رو انجام بدن. نظرتون در رابطه با برگزاری چنین فعالیت ها و اجراهای فرهنگی در شهر تورنتو چیه؟
والا خیلی موافق هستم، چون ما با اینکه اینجا ایرانی خیلی زیاد داریم توی تورنتو، ولی احساس میکنم این برنامه ها خیلی کمک میکنه به اینکه این کامیونیتی که داریم هممون با همدیگه بیشتر جمع شیم، به هم بیشتر نزدیکتر بشیم، و یه کمکی هم میشه که از بچه هایی که از ایران میان، بالاخره اونام خیلی زحمت میکشن، من فهم میکنم باید حمایتشون بکنیم و خیلی دوست دارم. واقعیتش ایونت شاید به قدر کافی باشه، ولی اطلاع رسانی کاملی نیست و حتی برای همین نمایش هم به نظرم اطلاع رسانی خوبی نشد. خیلی از دوستای من دقیقه 90 دقیقه آخر متوجه شدن که نمایش هست. اگه زودتر میدونستن قطعا به نظر من شاید دو سانس جا داشت که این نمایش برگزار بشه، چون بازی روون بود، کار خوبی بود و نمره قبولی میگرفت، ولی یه ذره توی اطلاع رسانی ما ضعیف بودیم. ایونت ها هم به نظرم خیلی بیشتر جا داره، اما تعداد ایونت ها خوب هست، اطلاع رسانی یه مقدار ضعیفه. قطعا میتونه استقبال بهتری بشه ازش. برای کسانی که این نمایش رو امشب از دست دادن، آیا اجرای دیگه قرار هست در آینده نزدیک در همین روزها اتفاق بیفته یا خیر؟ نه متاسفانه، با توجه به اینکه وقت بازیگرا و کارگران خیلی محدود هست، دیگه نه امکان اضافه کردن سانس و نمایش دیگه اضافی رو نداریم. و تا شما اینجا هستین سوالم بپرسم راجع به سینه ایران، چه خبر از سینه ایران، چه اتفاقاتی افتاده؟ در حال نهایی کردن لیست فیلم ها و لیست مهمان ها هستیم و به زودی خبررسانی خواهیم کرد و امکان و برنامه ریزی ما این در این هست که از اواسط اکتبر امکان فروش بلیط ها رو فراهم بکنیم و مردم بتونن بلیط ها رو تهیه کنن. و قدیم وعده میدیم که سینه ایران رو سعی خواهیم کرد که در شأن سینمای ایران نمایش سینه ایرانی که در اون سعی میکنیم نگاه های مختلفی را که به سینمای ایران از زوایای مختلف وجود داره، چه در داخل، چه به سری کارگران داخلی ایران، چه به سری کارگران خارج از ایران، به نمایش بگذاریم. چه فیلم هایی مد نظرتون هست که دعوت بشه در تورنتو برای اجرا شدن؟ سعی خواهیم کرد که فیلم های مطرح و شناخته شده سینمای ایران رو داشته باشیم، فیلم هایی که هنری بودن، در جشنواره ها بودن، با استقبال خوب جامعه هنری رو برو شدن. سعی خواهیم کرد که در کنارش فیلم هایی رام که بزرگ هستن، فیلم هایی هستن که نگاه عامه پسندتری رو دارن و باز هم بخش های دیگر از سینما ایران رو نمایش بدن و در کنارش از کیفیت خوب هنری رام داشته باشن، اونها رام بگذاریم. وعده میدیم که یک سلکشن خوب رو از فیلم های ایرانی خواهیم داشت. خیلی لذت بخش، واقعا خیلی خوب بود، خنده دار و واقعا زحمت کشیده بودن، خیلی متفاوت بود. برای اولین بار من یه تئاتر رو توی تورنتو شرکت کردم که واقعا خستگی روز رو از سرم در آورد. عالی بود، مرسی خانم فتحی، خانم بهنوش، احسان عزیز، عالی بود، عالی، مرسی. تصمیم دارم به ورکشاپ فکر کنم، به حتی ورکشاپی که توی همین شهرها اتفاق بیفته و منجر به یه اجرای عموم بشه، بعد اگه بشه اون اجرا رو برد تهران، من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته و امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته. این جزء چیزایی هستش که من خیلی دوست دارم و حتی شاید کلاسای آموزشی این شکلی، اما واقعا هدف اصلیمون بیشتر اجرای تئاتر کوچولو، جمع جور، کم بازیگر با دکور کوچیک که بتونه راحت توی شهرهای مختلف سفر بکنه و مخاطبای ایرانی بتونن ببینن و یه ذره هم ما خوشحال بشیم هم اونا. نمایش شبکاری قرار هست در ایران هم اجرا بشه؟ بله حتما، ما قرار هستش که بعد از کانادا تور اروپا داشته باشیم و بعد شهرستان ها و بعد انشالله تهران. خیلی متشکرم، بسیار عالی، موفق باشید. مرسی، مرسی از اینکه اومدین و ممنون، متشکرم. خیلی دوست داشتم، خیلی بامزه بود. من تا حالا چیزی مثل اون ندیده بودم. خیلی من رکمند میکنم چون خیلی چیز خوبیه.